با درود خدمت همه هموطنان عزیزم در سراسر جهان، ایمان فروتن هستم از جنبش ایران فردا SOS ایران. امروز روز پنج شنبه 24 تیر ماه 1389 برابر با 15 جولای 2010 می باشه. این برنامه ساعت الان 12:30 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکاست. برنامه زنده که از طریق تلویزیون پارس پخش میشه و قسمت اول برنامه نیز ساعت 4 بعد از ظهر به وقت غرب آمریکا، 7 بعد از ظهر شرق آمریکا از طریق شبکه E2 پخش خواهد شد. ما امیدمون این بود که امروز این برنامه، امروز تلویزیون پارس قرار بود که روی هات برد برن و در اروپا و ایران هم برنامه دیده بشه. متاسفانه مثل اینکه چند دقیقه پیش که تماس گرفتیم گفتن هنوز این ارتباط با هات برد و ماهواره هات برد درست نشده، پس این برنامه ظاهرا فقط از طریق اینترنت و در آمریکای شمالی دیده میشه. امیدواریم که هر چه زودتر تلویزیون پارس بتونه که برگرده به روی هات برد که عزیزانمون به خصوص در داخل کشور و همچنین همرزمانمون در اروپا بتونن که این برنامه رو مشاهده بکنن. طبق معمول همیشه برنامه‌های امروز در ما در اتاق اینترنتی در سایت اینترنتی بیلوکس میهمان عزیزانمون هستیم که بسیاری از داخل کشور، بعضی از اروپا، بعضی دیگر از آمریکا میهمان اتاق هستند. در اتاق ایران ندای سبز آزادی و همچنین طبق معمول همیشه در اتاق اینترنتی پلتاک ایران، جنبش ایران فردا، در اونجا هستیم. درود دارم به همه عزیزانی که اونجا تشریف دارن و همچنین در اتاق چتروم یاهو که تعدادی از دوستان از داخل کشور و جاهای دیگه در اتاق یاهو نیز تشریف میارن. از خبرهایی که چند دقیقه پیش اومده بود، یک خبر جدید اومد که حالا صحتش رو باید تا چه مقدار، ولی مثل این گفتن در یک مسجدی در زاهدان انفجاری رخ داده، حدود 30-40 نفر اونجا مردن و 50-60 نفر زخمی شدن. اگر عزیزانی که در اتاق اینترنتی هستن از این اطلاع دارن میتونن که دستشون رو بالا کنن و اگر خبر جدیدتری از اون دارن به ما بگن. بله، انفجارها در مسجد جامع زاهدان بوده، خبری است که اومده بود. خبر دیگه هم که خب میدونید در این یکی دو روز گذشته، مخصوصا از چند روز پیش که اون بازاری پارچه فروش آقای کاشانی با ضرب چاقو کشته شدند، بازارها تقلق افتاده و بسته است. اتفاقا یک ویدیویی، چند تا ویدیو اومده بود که من اجازه بدید یکی از این ویدیوها رو، این ویدیو کوتاهی هست که ببرم روی صفحه کامپیوتر اتاق فرمان اگه میتونید نشون بدید. این یکی هست، یکی دیگه هم هست که از این بهتره. بسید این اون راه روی بازار هست که میبینید تمام مغازه ها بسته بود. یه ویدیو دیگر هم بود که یکم طولانی تر هست، اجازه بدید اینو ببینم میتونم نشون بدم با هم نگاهش بکنیم که دقیقا اینم این تقریبا 2 دقیقه است، اینم 1 دقیقه با هم ببینیم نگاه میتونیم بکنیم. صدا نداره ولی یکی دو تا مغازه دست چپ، این یکی فقط بازه ولی تا ته که نگاه میکنید
مغازه‌های بازار همه بسته و همونجوری که هفته پیش هم صحبت کردیم، ما دقیقاً نمیدونستیم که چه اتفاقی باید بیفته و یا خواهد افتاد که بازاری ها هم بپیوندند به مخالفت علنی روبروی رژیم و نظام. و حالا اتفاق افتاد که یکی از خود بازاری ها اینجا چاقو خورد و کشته شد که باعث این شد که اعتصابات زیادی بر صورت در بازار انجام بشه. خیلی خوب. و یک خبر دیگه هم که بود که حالا من سعی میکنم این رو اجازه بدید برم پیداش میکنم یا نه، در رابطه با همونطوری که میدونید اون ایرانی ایرانی که محکوم به سنگسار شده بودن به خاطر سر و صدایی که ایرانیان خارج از کشور با و داخل کشور و با سر و صدایی که ماها کردیم رسانه‌های خارجی CNN و غیره در رابطه با اون سنگسار صحبت کردن، اون بانو فعلا جمهوری اسلامی گفته که داره مرور میکنه پرونده رو در رابطه با سنگسار. ولی خبر دیگری که امروز حداقل به دست من رسید از طریق ایمیل این استش که کس دیگری هست، اینجا نمیشه به گزارش کمیته بین المللی علیه اعدام در زندانی که اون خانم سکینه محمدی آشتیانی که سنگسار ایشون معروف شد فعلا به تعویق افتاده به سر می برد، دو زن دیگر محکوم به سنگسار هستند. یکی از آنها مریم قربانزاده است. مریم 25 سال دارد و به اتهام رابطه جنسی خارج از ازدواج به سنگسار محکوم شده و مریم حامله است و از مردم دنیا انتظار دارد که به او کمک کنند. پس یک بانو 25 ساله حامله را محکوم به سنگسار کردند که و ظاهرا حکم صادر شده و ممکنه هر روز اعلام بشه و باید ما دوباره اپوزیسیون داخل و خارج از کشور با هم سعی کنن سر و صدای این رو بیشتر بکنن. و اسم اون شخص دوم رو در این ایمیل نیومده. احیانا اگر دوستان دیگر و کسانی که در این اتاق ها هستن اینترنت در رابطه با اون هم خبری دارن رو میتونن گزارش بدن. خبر دیگه ای هم که خب راجبش میدونیم همین آقای هستش که در رابطه با مسائل انرژی اتمی ایران و داستان جالبی شده. من الان خبرش رو توی CNN که داشتم امروز صبح میخوندم، ببینم هنوز اگه خبرش روی صفحه اول هست بهتون نشون بدم. اینها مسائل جالبی میگن، میگن که آمریکایی این طرف میگن که این آقا خودش اومد آمریکا، خودش هم تصمیم گرفت که میخواد بیاد آمریکا، خودش هم تصمیم گرفت که کیا رو میخواد با خودش بیاره آمریکا. ظاهرا احیانا فامیلی دوست آشنایی چیزی هم با خودش آورده و دولت آمریکا 5 میلیون دلار، اینو مقامات آمریکایی گفتن، 5 میلیون دلار هم به ایشون هم از طریق پول نقدی و هم پشتوانه مالی که در سالهای آینده بتونن زندگی راحت رو داشته باشن گرفتن و در ضمن خب اطلاعات بسیار مفیدی هم از ایشون گرفتن. از اون طرف این آقا هم که الان دیروز مثل این که رفته ایران، ایشون میگن که نه، اسمش هم همینجا بود دیگه، امیر چی بود؟ شهرام امیر. شهرام امیری هم میگه که نه، من عربستان بودم و اینا منو آمریکایی‌ها گرفتن تو عربستان و یه چند روزی اونجا نگرداشتن و سوار هواپیمای نظامی آمریکا کردن و آوردن اینجا و یکی دو ماه هم منو شکنجه روانی و غیره و این حرفا دادن، منم هیچ چی بهشون نگفتم و میخوام برم خونمونو. بعد حالا رفتش قسمت منافع ایران در آمریکا در واشنگتن دی سی و در قسمت پاکستان و پاکستانی هم گفتن بله ایشون اینجا بود و دیشب هم رفته ایران. برای این خیلی جالب خواهد بود که ببینیم که آخرش چه میشه. ولی
به هر صورت اون چیزی که ما میشنویم و دولت آمریکا به ما میگه یا از طرف دیگری خود ایشون ما میگه، مسلما تمام حقیقت در هیچ کدوم از اینا به احتمال زیاد نیست و اون چیزی که توی اخبار میخونیم نباید باور بکنیم.